دریچه هشتم، کودتایی که شکست خورد. بخش سوم، پایان کار. در واقع مصدق به حق قانونی شاه برای عزلش در نبود مجلس واقف بود، اما روی این حساب میکرد که شاه جرأت ندارد وی را که به زعم خود یک قهرمان ملی است عزل کند. در اوایل مرداد 1332 همه پرسی انحلال مجلس برگزار شد. مجوز برگزاری این رفراندوم را نه خود مجلس تصویب کرده بود نه شاه. از قانونی بودن یا نبودن همه پرسی که بگذریم، شیوه برگزاری آن تماشایی و در جهان بی‌نظیر بود. نه تنها صندوق‌های رأی آری و نه از هم جدا بودند، که حتی حوزه‌های اخذ رأی نه و آری هم از یکدیگر متفاوت بودند. یعنی اگر کسی می‌خواست رأی آری بدهد، باید می‌رفت یک گوشه محله یا شهر و اگر می‌خواست رأی نه بدهد به گوشه دیگر. بدین صورت تقریبا همه از رأی هم خبردار می شدند و رأی مخفی که پایه دموکراسی است کاملا نقض شده بود. مصدق پس از آنکه در ساعات نخستین بامداد 25 مرداد 1332 پیام‌آور فرمان عزل خود را بازداشت کرد، به رئیس ستاد ارتش سرتیب ریاهی که منصوب و وفادار به خودش بود دستورها و هشدارهای لازم را داد و به رخت خواب رفت. حوالی ساعت 6 بامداد مدیر رادیو را احضار کرد. به او گفت که از مقام نخست وزیری عزل شده و می‌خواهد آخرین پیامش را پیش از کنارگیری به مردم ابلاغ کند. پیامی کوتاه ضبط شد که در آن مصدق به مردم ایران خبر می‌داد به حکم شاه عزل شده و از آنها می‌خواست سرنوشت خود را در دست بگیرند. اما این پیام با توطئه یارانش علیه شاه و ایران هیچگاه پخش نشد. فاطمی یار وفادار پیشوا که از همه تند و تیزتر بود، حتی به خود مصدق که قصد کنارگیری داشت سخت اعتراض کرد و گفت شما نخست وزیر قانونی هستید و هیچ مقامی نمیتواند شما را عزل کند. بدینسان از صبح روز 25 مرداد 1332 رأی مصدق برگشت و نخست وزیری بر کشور حاکم شد که نه از مجلس مشروعیت داشت و نه از شاه. همانجا تصمیم گرفته شد که فرمان شاه مبنی بر عزل دکتر مصدق را از مردم و حتی بیشتر وزرا پنهان کنند. به جای آن نعل وارونه زدند و حوالی ساعت 7 صبح اعلامیه‌ای از سوی دولت در رادیو پخش شد که خبر می‌داد شب گذشته برخی افراد گارد شاهنشاهی در غیاب شاه قصد کودتا داشتند که کودتا خونسا شده. احتمالاً منظور نصیری و چند سرباز همراهش بود که برای ابلاغ فرمان شاه آمده بودند. از آن روز یاران مصدق دو دسته شدند. دسته تندرو به رهبری سید حسین فاطمی رسما شاه را خائن اعلام کرده و خواهان برکناری رسمی او، پایان مشروطه و برقراری جمهوری بودند. فاطمی در فاصله 25 تا 28 مرداد در چند تظاهرات بزرگ به همراه حزب توده شرکت کرد و بر این باور بود که جبهه ملی و دکتر مصدق برای برقراری جمهوری باید با حزب توده متحد شوند. در این تظاهرات تندیس‌های بزرگ رضا شاه و شاه را که در میدان‌های تهران بود پایین کشیدند. فاطمی حتی به مصدق پیشنهاد کرد که اعضای حزب توده را مسلح کنند تا از نیرویشان استفاده شود. او که وزیر خارجه بود به سفارت ایران در عراق و ایتالیا دستور داد تا هیچ یک از مقامات به پیشواز شاه نروند و به دو کشور میزبان هم ابلاغ کنند که با او همچون یک شاه مخلوع رفتار شود. به دستور فاطمی در سراسر ایران عکس شاه از ادارات دولتی و وزارتخانه ها برداشته شد. دسته معتدلتر در میان یاران مصدق با جمهوری مخالف و در پی تشکیل شورای سلطنتی بودند که جای شاه را بگیرد.
آنها سخت از اینکه شوروی با کمک حزب توده ایران را به بلعت می‌ترسیدند و بر این باور بودند که اعلام جمهوری همان و افتادن قدرت به دست حزب توده همان. خود شخص دکتر مصدق نیز در این دسته بود، اما در عمل گروه تندروتر به رهبری فاطمی زمام کار را در دست داشتند و مصدق در آن 3 روز زمینگیر و خانه نشین شده بود. از سوی دیگر گروهی از مردم اطراف خانه 2 آیت الله پرنفوذ تهران کاشانی و بهبهانی جمع شدند و از آنجا دست دسته به راه افتادند تا ادارات دولتی را که در دست دولت مصدق بود تسخیر کنند. جالب این که آیت الله بهبهانی و کاشانی معمولا رابطه خوبی با یکدیگر نداشتند، اما در این مورد چون خطر حزب توده را حس کرده بودند رقابت ها را کنار گذاشتند و با یکدیگر متحد شده بودند. رسته های مختلف ارتش نیز که در تهران یا اطراف تهران اردو زده بودند از حمایت دکتر مصدق سر باز زدند. در زمانی که مجلس منحل شده و شاه هم غایب بود، آنها دلیلی نمی دیدند که از فرمان یک نخست وزیر مخلوع پیروی کنند. به ویژه که اگر می خواستن از مصدق حمایت کنند، باید رو در روی همکاران خود یعنی بخشی دیگر از ارتش که حامی زاهدی و شاه بودند قرار می گرفتن. چون این کاری به یقین موجب جنگ داخلی و خونریزی گسترده در شهر تهران می شد. تنها بخشی از ارتش که در حمایت از دکتر مصدق گام عملی برداشت گارد محافظ منزل نخست وزیر بود. جمعیتی انبوه از مردم تهران دور خانه مصدق جمع شده بودند و به آنجا سنگ پرتاب می کردند تا پایگاه اصلی دولت را تسخیر کنند. گارد محافظ به روی مردم آتش گشود و تا چند ساعت مقاومت کرد. نزدیک به 40 تن آنجا کشته شدند که بیشترشان از جمله غیر نظامیان مهاجم به خانه نخست وزیر بودند و بعدها از سوی شاه شهدای 28 مرداد خوانده شدند. سرانجام نزدیک به ساعت 4:30 بعد از ظهر 28 مرداد سرلشکر فولادوند به نزد دکتر مصدق رسید تا اعلام کند که مقاومت بیفایده است و تنها موجب اتلاف نفوس یعنی خونریزی بیشتر می شود و بیم آن هست که سرانجام تظاهرات کنندگان مصدق را بکشند. فولادوند گفت اعلامیه صادر بفرمایید که مقاومت ترک شود. دکتر مصدق که در رخت خواب خوابیده بود و بیمار بود یا بنا به عادت خود را به بیماری زده بود پذیرفت. به نشانه تسلیم تکه‌ای از شمد سفید مصدق را بر در خانه اش زدند و نردبانی یافته بر دیوار بام همسایه گذاشتند و دکتر مصدق را از حیاط پشتی خانه فراری دادند. همه چیز تمام شد و کودتایی که از 25 مرداد آغاز شده بود در 28 مرداد شکست خورد. بعدها هواداران مصدق شکست کودتا را کودتای آمریکایی 28 مرداد نامیدند. مدتی بعد که مصدق را محاکمه کردند، کل پرونده به سرپیچی او از حکم عزل شاه از تاریخ 25 تا 28 مرداد محدود میشد. دلیلش هم این بود که طبق قانون تنها دیوان عالی کشور میتوانست نخست وزیر و وزیران را بابت کارهایشان در مقام دولتی محاکمه کند و دادگاه نظامی چنین صلاحیتی نداشت. در نهایت با تخفیفی قابل ملاحظه دکتر مصدق محکوم شد به 3 سال زندان اختصاصی در یکی از پادگانهای ارتش و پس از آن تا پایان عمر به تبعید در روستای شخصی خودش در احمدآباد در نزدیکی تهران.